سلام به بینندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در این کنفرانس شرکت کردم. من فرزانه سپهری هستم، دختر مادر سپهری. بعد خانواده من کلن از سال 59 هوادار سازمان مجاهدین بودن. متاسفانه در سال 60 برادرم محمد سپهری که 19 سالش بود و دانش آموز بود محکوم به اعدام شد. همچنین دختر خاله من فاطمه شایسته که افسر ارتش بود و تقریبا 26 یا 27 سال سنش بود، اونم در سال 60 محکوم به اعدام شد و تیربارون شدن. در سال 61 خالم که مادر همین فاطمه بوده و پسرش احمد رضا شایسته، خالم به اسم سغرا داوودی که خونه دار بود ولی هوادار بود، بعد تقریبا 60 سالش بود به دار آویخته شد و پسرش همچنین که دانشجوی وکالت بود اون هم در سال 61 به دار آویخته شد. متاسفانه در اون زمان اینطور که به گوش ما رسید و ما شنیدیم، در داخل زندان وقتی احمد رضا رو شکنجه میکردن به صورت اینکه قیفی در دهانش میذاشتن و آب با پودر لباسشویی مخلوط میکردن به صورت مایع داخل دهان ایشون میریختن، خالمو به زور جلوی اون میشوندن و مجبورش میکردن که شکنجه پسرش رو تماشا کنه. و همچنین موقعی که به دار آویخته شدن، اول پسر خالمو به دار آویختن که مجبور بکنن خالم ببینه که شاید مثلا چیزی رو بخواد لو بده یا این که مثلا هر جوری که باشه ازش حرف بکشن. بعد از اون خالمو به دار آویختن. در سال 65 هم محمد رضا شایسته پسرخاله دیگم که مهندس عمران بود، اونم در سال 65 در تهران زندان اوین بود تیربارون شد. ما به همین صورت یک سره از افراد خانواده و فامیل رو میگرفتن و اعدام میکردن و تا در سال 67 که تقریبا یه مقداری محیط مثلا کلن تهران خیلی شلوغ و به هم ریخته هم شده بود، مامانم یه روز که اومده بود که از خونه بیرون و رفتن که بخواد بیاد خارج از کشور، برنامه درست کرده بودن که بره خارج از کشور با همراه پسرش برادر کوچکم که محمد حنیف اسمش هستش، محمد حنیف سپهری که 5 سالش بود، به همراه اون از خونه خارج شدن که بتونن از کشور خارج بشن. ولی متاسفانه از اون به بعد ما هیچ نشونی از اینو پیدا نکردیم و تا به حال که تقریبا از سال 67 تا به امروز 32 سال که میشه، ما نه مامانم رو دیدیم دیگه، نه برادر کوچکم که 5 سالش بود و هیچ خبری هم به ما ندادن. و ما این فکر رو میکنیم که خیلی دنبالشون گشتیم، احتمال اینو دادیم که اینا رو گرفتن، دستگیر کردن و حتی شاید شهیدشون کرده باشن. ولی خب متاسفانه من این سوال رو دارم که حالا مادرم بزرگسال بوده، عاقل بوده و گفتید که این بزرگه و میفهمیده، به این راه رفته، اعدامش کرده باشن، ولی برادر کوچیکم که 5 سالش بوده اون چه گناهی داشته؟ اگر که حالا یا کشته باشنش یا اینکه جایی سپرده باشن، حتما باید اینو به خانواده میگفتن. ما از اون سال تا حالا هنوز که هنوز چشم انتظار هستیم که مامانم یا برادرم پیدا بشن، ولی متاسفانه چه در اروپا و چه در ایران هر چه گشتیم پیداشون نکردیم.
امیدوارم که یک روزی برسه که داد مردم ایران برسن، همه سازمان ملل متوجه باشه، حقوق بشر متوجه باشه، بدونه که چه به روز مردم ایران داره میاد. و تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادی تا بتونم داستان زندگی خانوادم رو بگم و صدامو به گوش همه برسونم و همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل و کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا خواهان تشکیل کمیته تحقیق مستقل برای کشتار سال 67 هستم و برای پایان دادن به رژیم آخوندی و پایان دادن به این جنایت علیه بشریت که تا به امروز هم ادامه داره. امیدوارم هر چه زودتر به داد ملت ایران برسم. خیلی ممنون، متشکرم از این فرصتی که به من داده شد.